داستان اکمان دیو به روایت حسین فتاحی از مجموعه داستان‌های تصویری شاهنامه. در زمان‌های خیلی قدیم پادشاهی بود که با همه شاهان دیگر فرق داشت. شاهان دیگر به فکر خودشان بودند، اما او به فکر مردم بود. شاهان دیگر ظالم بودند، اما او مهربان بود و مردم را دوست داشت و زحمت می‌کشید تا مردم راحت زندگی کنند. این پادشاه کیخسرو پسر سیاوش بود. کیخسرو می دانست که به تنهایی نمی تواند یک کشور بزرگ را اداره کند. به همین خاطر بزرگان کشور، پهلوانها، دانشمندها و آدمهای دانا را در کاخ خودش جمع کرده بود تا از آنها کمک بگیرد. هر وقت مشکلی پیش می آمد یا می خواست کاری بکند، با آنها صحبت می کرد و نظرشان را می پرسید. روزی از روزها کیخسرو و در تالار کاخش نشسته بود. دور تا دور تالار هم پهلوانان و دانشمندها نشسته بودند. ناگهان یکی از نگهبانها وارد تالار شد و به کیخسرو گفت: ای پادشاه بزرگ، یکی از چوپانها از چراگاه آمده و میخواهد با شما حرف بزند. کیخسرو گفت: بیاید و حرفش را بگوید. چوپان در حالی که نفس میزد وارد شد. کیخسرو با مهربانی پرسید: مشکلی پیش آمده؟ چوپان گفت: ای شاه، من چوپان گله اسب‌های شما هستم. در چراگاه دنبال اسب‌ها بودم. آنها داشتند آرام می‌چرخیدند که ناگهان گورخری در میان گله افتاد و چند اسب را کشت و فرار کرد. کیخسرو با تعجب پرسید: گورخر؟ گورخر که زورش به اسب نمی‌رسد. بگو بدانم این گورخر چه شکلی بود؟ چوپان گفت: پوست بدنش زرد رنگ بود و مثل طلا می درخشید. خط سیاهی از پشت گردن تا دومش کشیده بود. هیکل درشتی داشت و خیلی بزرگ بود. کیخسرو فکری کرد و گفت: نه، حیوانی که تو می گویی گورخر نیست. باید همان اکوان دیو باشد. من از پیرمردها شنیدم که در کوه نزدیک چراگاه دیو وحشتناکی به اسم اکوان زندگی می کند. چوپان پرسید: من چه کار کنم؟ اسب‌ها در خطرند. تنهایی هم نمی‌توانم آن حیوان را از گله دور کنم. کیخسرو گفت: راست می‌گویی. این کار پهلوانی است که مثل شیر قوی و شجاع باشد. بعد رو به پهلوانان کرد و گفت: در میان شما کسی حاضر است به جنگ اکوان دیو برود و آن را از گله دور کند؟ پهلوان‌ها به یکدیگر نگاه کردند. کسی جوابی نداد. بعد از چند دقیقه پهلوانی به نام گرگین از جا بلند شد و گفت: ای شاه، این کار فقط از رستم برمی آید. باید از او کمک بگیریم. کیخسرو گفت: بله، درست است. کسی جز رستم نمی تواند با اکوان دیو روبرو شود. همان موقع شاه نامه‌ای به رستم نوشت. بعد نامه را به گرگین داد و گفت: بر اسبی تندرو سوار شو، مثل باد به زابلستان برو و این نامه را به رستم برسان. از قول من به او سلام برسان و به گفوری به اینجا بیاید که به کمک او نیاز داری. گرگین نامه را گرفت، بر اسبی تند رو سوار شد و تا زابلستان تاخت. در آنجا سراغ رستم رفت و نامه شاه را به او داد. رستم نامه را خواند، فوری ابزار جنگی خود را برداشت، بر اسب سوار شد و راه افتاد. وقتی رستم به کاخ کیخسرو رسید، همه منتظرش بودند. شاه به استقبال او آمد. رستم سلام کرد و شاه را به آغوش گرفت و سر و صورتش را بوسید. شاه داستان آمدن اکوان دیو را و کشتن اسب‌ها را برای رستم گفت. رستم لبخندی زد و گفت: نترسید که اگر اژدهای هفت سر هم باشد با این شمشیر او را از بین می‌برم. رستم سوار اسبش شد و راه افتاد. سه روز و سه شب در راه بود تا به آن چراگاه رسید. سر تا سر چراگاه را گشت، اما چیزی ندید. کم کم داشت فکر می کرد اشتباه آمده است که ناگهان از دور گردبادی را دید. گردباد مثل ستون بلندی می چرخید و جلو می آمد. در یک چشم به هم زدن به رستم رسید. رستم با تعجب دید که هیالوی وحشتناک مثل گردباد می پیچد و از او دور می شود. فهمید که اکوان دیو است.
با اسبش به دنبال دیو تاخت و با خود گفت باید این دیو بدجنس را زنده دستگیر کنم و به کاخ شاه ببرم. رستم در کمند اندازی استاد بود و می توانست هر شیر یا فیلی را با کمند بگیرد، اما آن روز تا آمد کمند را بیندازد دیو رفته بود. رستم باز هم به دنبال اکوان دیو گشت و چند بار دیگر او را پیدا کرد، اما هر بار تا خواست او را بگیرد یا به طرفش تیر پرتاب کند دیو به سرعت فرار کرد. بالاخره آنقدر خسته و کوفته شد که در کنار چشمه ای از اسب پیاده شد. گور خری را شکار کرد، گوشت آن را کباب کرد و خورد و روی سبزه ها دراز کشید و به خواب رفت. اکوان دیو که منتظر همین لحظه بود آهسته کنار رستم آمد. دیو او را بلند کرد و بالای سرش گرفت و به پرواز در آمد. رستم بیدار شد و دید که بین زمین و آسمان است. فهمید که به دست اکوان دیو گرفتار شده است. به خودش گفت اشتباه کردم که خوابیدم. باید بیدار می ماندم و این دیو بدجنس را گرفتار می کردم. اما حالا دیگر کاری از دستم بر نمی آید. دیو گفت ای آدمیزاد، با چه جرأتی به جنگ من آمدی؟ فکر نکردی زورت به من نمی رسد و جانت را از دست می دهی؟ رستم ساکت بود. دیو گفت حالا بگو ببینم، تو را در دریا بیندازم یا در کوه؟ رستم با خود گفت باید فکرم را به کار بیندازم و حیله‌ای به کار ببرم. همه می دانند هر کاری که از دیوها بخواهی عکس آن را عمل می کنند. اگر بگویم مرا به دریا بینداز در کوه می اندازد و اگر بگویم در کوه بینداز در دریا می اندازد. باید کاری کنم که به دریا بیافتم، چون اگر مرا در کوه بیندازد همه استخوان‌هایم می شکند. این بود که رستم به دیو گفت من از دریا می ترسم. دریا پر از نهنگ است، مرا در کوه بینداز. دیو با شنیدن حرف رستم رفت و رفت تا به دریا رسید و رستم را در آب دریا انداخت. نهنگ ها با دیدن رستم به او حمله کردند. رستم با یک دست شنا می کرد و با دست دیگر نهنگ را از خود دور می کرد. او شنا کرد تا به ساحل رسید. خدا را شکر گفت و بعد راه افتاد. باید به چراگاه اسب ها برمی گشت و اکوان دیو را می گرفت. چند شب و چند روز راه رفت تا به چراگاه رسید، اما هرچه گشت اسبش را پیدا نکرد. با خود گفت بدون اسب که نمیتوانم دنبال اکوان دیو بروم، باید اول اسبم را پیدا کنم. رستم بر بلندی ها ایستاد و اطراف را نگاه کرد، اما اسب را ندید. رفت و رفت تا به چراگاه دیگری رسید. کمی که جلو رفت گله ای از اسب ها را دید که علف می خوردند. اسب خود را در میان اسب ها پیدا کرد، کمند انداخت و اسب را گرفت. در همان زمان چند نگهبان به طرف او دویدند. از لباس نگهبان ها معلوم بود که ایرانی نیستند. رستم فهمید که به چراگاه اسب های افراسیاب رسیده است. افراسیاب دشمن ایرانی ها بود و رستم بارها با او جنگیده بود. نگهبان ها دویدند و خواستند رستم را بگیرند، اما رستم شمشیر کشید و گفت می دانید که به جنگ چه کسی آمده اید؟ من رستم پهلوان ایرانم. نگهبان ها با شنیدن اسم رستم پا به فرار گذاشتند. در بین راه به افراسیاب رسیدند. او برای گردش به چراگاه می رفت. افراسیاب با دیدن نگهبان ها گفت چرا ترسیده اید؟ چرا فرار می کنید؟ آنها گفتند از ترس رستم. او به چراگاه آمده تا اسبش را بگیرد. افراسیاب گفت اگر این حرف به گوش مردم برسد چه خواهند گفت؟ بیایید برویم و رستم را دستگیر کنیم. او یک نفر است و ما صدها نفر. افراسیاب و سربازهایش به دنبال رستم دویدند، اما همین که به او رسیدند و رستم آنها را دید شمشیر کشید. سربازها فرار کردند و افراسیاب هم که دید تنها مانده است ترسید و فرار کرد. رستم سوار بر اسب خود برای پیدا کردن اکوان دیو به راه افتاد. به کنار همان چشمه رسید. اکوان دیو کنار چشمه بود. با دیدن رستم گفت ای آدمی زاد، از جنگ با من خسته نشدی؟ چطور از دست آن همه نهنگ فرار کردی؟ رستم که آماده بود کمند انداخت و اکوان دیو را گرفت و با گرز به سرش کوبید. دیو بر زمین افتاد و مرد. رستم که دیگر کاری نداشت به طرف کاخ کیخسرو به راه افتاد. همه منتظر رسیدن رستم بودند. کیخسرو و بزرگان شهر به استقبال رستم آمدند و پیروزی او را جشن گرفتند.
رستم داستان اکوان دیو را برای کیخسرو تعریف کرد. کیخسرو از رستم تشکر کرد و دو هفته ای او را در کاخ خود نگه داشت. در هفته سوم رستم آماده شد تا به زابلستان برگردد. کیخسرو چند کیسه پر از سکه های طلا به رستم داد. بعد همراه رستم تا بیرون شهر رفت و وقتی او دور شد به کاخ خود برگشت.